کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند در انسان سالم اندام لنفی که درون قفسه سینه قرار دارد تیموس رو داره میگه همانند اندام لنفی که خون خروجی آن به سیارگ باب وارد می شود سیارگ با فقط از دستگاه گوارش می گرفت به غیر از تحال که جز دستگاه گوارش نبود اما خونش وارد سیارگ با می شد. پس تیموس همانند تحال تماما در سمت راسته خب شما می دونید تحال در سمت چپ بدن در کنار معده قرار گرفته به بخش ابتدایی روده بزرگ متصل است آپاندیس برخلاف اونی که در مجاورت معده واقع شده باز میشه تحال پس آپاندیس برخلاف تحال در ساختار خود دارای رگ های خونی است یعنی تحال در ساختار خودش رگ خونی نداره تب... بخوایم بخوام نظر این گزینه رو بپرسیم طبق شکل کتاب درسی تو شما میبینید که دو تا رگ یه سرخ رگ یه سیاه داره وارد تحال میشه کدوم شکل همون شکلی که اومده رگ های لنفی و قده های لنفی و های لنفی و توی کتابتون توی فصل چهار گفتار سوم نشون داده از میخوام گفتار دوم نشون داده بنابراین بنابراین این غلطه راجب تحال غلطه اتفاقا تحال دارای رگهای خونی است خب تماما در سمت راست بدن قرار دارد همانند اونی که بالای دیافراگم قرار گرفته در از بین بردن میکروب های بیماری زا نقش دارد این وظیفه همه اندام های لنتی اصلا مهم نیست داره چی میگه میتونیم تماما در سمت راست بدن قرار داره مثلا آپاندیس در نظر بگیریم بالای دیافراگم با هم تی... تیموس مثلا در نظر بگیریم اما در هر صورت این جمله راجع به همه اندام های لنفی درسته و جواب احتمالا گزینه سه بریم گزینه چهار رو ببینیم در تخریب یاخته های خونی مرده نقش کدوم اندام ها کبد تحال چی داره میگه میگه لنفی باشه پس کبد رو در نظر نمیگیریم پس اینجا فقط میشه چی میشه تحال تحال برخلاف اونی که تو مجاورت قلب قرار داره اینم میشه چی تیموس خب تحال برخلاف تیموس دور از گره های لنفی اشتباه گره های لنفی اتفاقا نزدیک تحال هم وجود دارن طبق همون شکل کتاب درسیتون پس این هم غلطه و جواب میشه گزینه سوم